همکارم بردیا افشین از کیف به ما پیوسته. بردیا خوش اومدی به امروز. بپردازیم به ماریوپول و آنچه درش اتفاق داره میفته. بسیاری از غیر نظامیان و حتی نیروهای اوکراینی پناه گرفتن در اون کارخانه فولاد و تو فکر میکنی انتظار میره تا 3 روز آینده 9 ماه می این شهر به طور کامل به اشغال نیروهای روسی در بیاد؟ درست 2 هفته پیش بود که ولادیمیر پوتین در واقع سقوط ماریوپول رو جشن گرفته بود. البته نادیده نگرفته بود، همون آخرین بازماندگان مقاومت اوکراینی و به نیروهاش دستور داده بود که انقدر به محاصره ادامه بدن که خب قاعدتا اونا تسلیم بشن و حتی اجازه ندن تا محاصرهشون که حتی یه پشه از این کارخانه آزوفستال بیرون بیاد. اما اون تعدادی که در اون کارخانه نیروهای نظامی اوکراینی مستقرن همچنان به مقاومت ادامه میدن. اما نگرانی همون غیر نظامیانیه که تو بهشون اشاره کردی. 48 ساعت ما اخبار زد و نقیزی میشنویم، هم از سوی اوکراینی ها هم از سوی نیروهای روسیه. روسیه اعلام کرده بود که مایل به اینه که طی 3 روز آینده در واقع بتونه اونجا آتش بس اعلام کنه، اما از طرف دیگه اوکراینی ها میگفتن که با وجود این اونها همچنان آتش گشودن و حتی از بمب های مثل بمب های خوشه یا بمب های خلا استفاده کردن. اما ساعتی پیش به نظر بالاخره یکی از اتوبوس‌ها تعدادی از غیر نظامیان رو خارج کرده از همون کارخانه آزوفستال. اما نگرانی فقط این نیست. در ماریوپول که روزگاری یک شکوه اقتصادی برای اوکراین بود، جمعیت 500,000 نفری داشت، الان 100,000 نفر حضور دارن. حتی وضعیت اونها هم به هر حال بعد از چندین هفته محاصره به روش قرون وسطایی وضعیت اونها هم بسیار بغرنجه. خیلی از اونها هم میخوان ماریوپول رو ترک کنن. ولادیمیر زلنسکی ساعتی پیش در یک سخنرانی گفته بود که وضعیت ماریوپول میتونه تعیین کننده باشه برای گفتگوهای صلح، به خصوص وضعیت نیروهای نظامی اونجا. اگه کشته بشن شاید اوکراین بخواد به گفتگوهای صلح برنگرده. عفو بین‌الملل امروز اعلام کرده که به یه سری شواهد دست پیدا کرده مبنی بر جنایت جنگی که رخ داده از طرف نیروهای روسی در اوکراین. به چه شواهدی دست پیدا کردن؟ چه نکاتی توی گزارششون وجود داشته؟ شرر، اول از همه این واکنش یکی از واکنش‌های نادریه که عفو بین‌الملل گرفته و اونها میگن که طی 12 روز تحقیق میدانی خودشون و با 10 ها نفر شاهد درجه 1 صحبت کردن و همینطور مدارک نظامی از بازمانده های عملیات نیروهای روسیه به اونها کمک کرده که بگن اون چیزی که اتفاق افتاده در اطراف کیف یک حادثه نبوده، یک اتفاق آمدانه بوده، الگوی رفتاری بسیار بسیار تکرار شونده تو ابعاد وسیع و گسترده بوده که تبعات فاجعه بار وسیعی داشته. بنابراین اونها مصرن که بگن که اون چیزی که به دست آوردن نشونگر جنایت جنگ، جنایات جنگه. و البته بازم تاکیدشون بر اینه که ممکنه جای دیگه این مثلا در شرق که الان تمرکز نیروهای روسیه وجود داره این اونجا تکرار بشه و خب عفو بین الملل اونجا دسترسی ندارن، البته نه به اختیار خودشون، به خاطر اینکه روسیه اجازه نمیده اونها به اونجا برن و اونها دسترسی ندارن در شرق، ولی تصور میکنن که چنین الگوهای رفتاری هم اونجا تکرار بشه. اما چیزی که بسیار بسیار اونها مؤکد بودن اینه که این بحران بحران بین المللیه، باید همدر جهانی رو به طلبه و نه فقط کشورهای غربی، کشورهایی که تا به حال بی تفاوت بودن نسبت به این قضیه، اونها هم باید همدردی بکنن به خاطر اینکه این مسئله مسئله ارزش هاست، نه فقط منافع کشورها، چون میبینیم که به هر حال بعضی از کشورها به خاطر منافع سیاسیشون نسبت به اتفاقاتی که افتاده و نسبت به تهاجم روسیه سکوت کردن یا بی تفاوت بودند. ممنونم از توضیحات تو همکارم بردیا افشین از کیف.